دولت عراق در مورد ضبط و کنترل مواد رادیواکتیو به وسیله ستیزه‌جویان عراقی از جامعه بین‌الملل کمک خواسته است. سلام علیکم. این درخواست چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام به یک کارخانه تولید سلاح شیمیایی دست یافت. دولت عراق روز پنجشنبه هشدار داد که این گروه پیکارجو همچنین در دانشگاه موسوم به 40 کیلوگرم اورانیوم غنی نشده دست پیدا کرده است. افضل اشرف کارشناس ضد تروریست در انستیتوی رویال یونایتد سرویس میگوید سرعت عقب نشینی سربازان عراقی پس از حمله گروه داعش آنچنان بود که سربازان تأسیسات را بدون محافظ گذاشته و گریختند. واقعا برای سربازان فرصتی نبود که کاری انجام دهند و من فکر نمی کنم کسی از قبل به فکر تهیه برنامه برای حوادث غیر مترقبه بوده و نتیجه آن همین است که شاهد هستیم، در حالی که در شرایط عراق این گونه برنامه ها باید تدوین می شد تا در صورت سقوط یک شهر یا شهرک از چنین عواقبی جلوگیری شود. در واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید غلظت موادی که به دست گروه داعش افتاده پایین است و خطر قابل توجه ایجاد نمی کند. اما آنچه که ستیزه جویان می توانند انجام دهند، اگر کمی تخصص داشته باشند، می توانند آنچه را که با نام بمب کثیف شهرت پیدا کرده است بسازند. نوعی از بمب‌های متعارف که دارای مواد رادیواکتیو است و وقتی منفجر شود یک منطقه بزرگ را آلوده می کند. گروه دولت اسلامی عراق و شام همچنین یک کارخانه متروکه تولید سلاح شیمیایی در شمال غرب بغداد را به کنترل خود درآورده. اما کارشناسان میگویند که مهمات موجود در این کارخانه غیر قابل استفاده هستند. اکنون یک ماه از یورش داعش میگذرد، اما ظاهرا دولت عراق قادر نیست سرزمین‌های تصرف شده به وسیله این گروه را پس بگیرد. این کار مستلزم جلب همکاری با اهل سنت و نحوه حمله به این گروه پیکارجوست. این تا حد زیادی به واکنش دولت عراق بستگی دارد و اینکه نفوذ ایرانی ها، ترک ها یا آمریکایی ها چقدر است و اینکه آیا می توانند بر اعراب اهل سنت شمال عراق تاثیر بگذارند و یا احیانا از اقوام محلی و سنی های میانه رو کمک بگیرند. اما دولت بغداد دچار تفرقه شده است. روز پنجشنبه در پی اظهارات نوری‌المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه دولت اقلیم کردستان عراق به ستیزه‌جویان اهل سنت پناه می‌دهد، سیاستمداران کرد اعلام کردند که کابینه را تحریم می‌کنند و از مشارکت در دولت عراق خودداری کردند. ناظران می‌گویند اختلاف در دولت عراق این احتمال را افزایش می‌دهد که اقلیم کردستان عراق خود را از دولت مرکزی جدا کرده و اعلام استقلال کند.